سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که سخن از اصلاحات در عربستان سعودی واقعیت سرکوب شدید مخالفان حکومت این کشور را نمی پوشاند. خانم کاتیا رو، مسئول آزادی های جمعی و فردی در سازمان عفو بین الملل در توضیح گزارش این سازمان در سال 2018 میلادی در پاریس گفت ولی عهد عربستان سعودی پیش از این از آغاز اصلاحاتی در این کشور با هدف بروز آوری و بهبود وضعیت این کشور خبر داده بود اما این موضوع نباید نقض جدی حقوق بشر در این کشور را بپوشاند زیرا مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر و روزنامه در عربستان سعودی به شدت سرکوب می شوند خانم کاتیارو با اشاره به تدوین قانون جدید مبارزه با تروریسم از سوی عربستان که جایگزین قانونی در سال 2014 میلادی شده است گفت این قانون زمینه سرکوب هرچه بیشتر جامعه مدنی را فراهم می کند به طوری که بر اساس این قانون بسیاری از سازمان ها بسته شدند و اعضای آنها به زندان افتادند از سوی دیگر خانم نینا والش مسئول بخش درگیری های مسلحانه در سازمان عفو بین الملل درباره نقض حقوق بشر از سوی عربستان سعودی در جنگ علیه یمن گفت غیر نظامیان بر اثر جنگ علیه یمن به های سنگین متحمل می شوند وی ادامه داد وضعیت اصفوار یمن از اوضاع حقوقی و انسانی تجاوز کرده به طوری که عربستان از هوا و دریا این کشور را محاصره کرده و حملات هوایی این کشور تلفاتی سنگین از غیر نظامیان را به بار آورده است. مقامات این سازمان از کشورهای غربی و در رأس آنها فرانسه خواستند فروش سلاح به این دو کشور را متوقف کنند و برای پایان دادن به بحران یمن وارد عمل شوند.